خانم ها آقایان سلام، خسرو نقیبی هستم. به 13 و آخرین قسمت از فصل نخست مولان گوش خوش آمدید. شود اولین برنامه مولان روش کار کردن برای من خیلی چیز مقدس و مهمی. من دوست دارم نقش خاص بازی کنم. باید من اولین فیلمی که با یکتا کار کردم هنوز بهش علاقه‌مند نشده بودم. صدا میلرزه چیکارش کنم؟ من گفتم هر چی داره گوشم بگین یا کاغذ بدین نشون میدم. تو این شبای سرد دیگه باید یه کاری کرد. مردان خدا پرده یه پندار دریدن، از ره به در شدن. تو با من یک دنگشوی اصولگرا چجوری بودی اومد دونه؟ من آلبوم به آلبوم سعی کردم خودم تکرار نکنم دیگه، این به شدت دارم سعی میکنم. فیت میشی دیده نمیشی و من همیشه اینجوری بودم که من به خانه داری خیلی علاقه دارم صادقانه. بسیم مثل آینه بغل بزرگترین روی کردش اینه که ساعت مفرحی رو برای مردم به وجود بیارم. با هر کارگردانی که کار کردم خدا رو شکر به بار دوم و سوم رسیده. من از تلویزیون خیلی دلگیرم. هیچ رفتی به هیچ کس در جهان نداره که من چرا جدا شدم، چه جوری جدا شدم، چه جوری ازدواج کردم. من به حوزه میگم دیکتاتوری. و اینکه از خواننده ها هم دیگه من از اونایی که میکروفون دستشون میگیرن چندش هم نمیشه. این مال بچگی. روم اولام اثر حضرت مولانا بود تمامش. ما گوشه نشین کردیم آقای تقوایی رو، گوشه نشین و عزلت نشینی رو. این برنامه مولان روش به خاطره سینما مولان روش، به خاطره اون پرده نقره ای تقدیم میشه. تلاشمون اینه که یه کنسرتی داشته باشیم که تمام رپرتوار رو ما ویدیو سینک باهاش داشته باشیم و نور سینک فکر شده برای کل 90 دقیقه. رفتی مرا تنها به دست غم رها کردی، به جان من خطا کردی. ببین زمستان من با تو یعنی بهار، عبور ترن از دل پنبه‌زار. ما چش کردم اون لحظه. زمستان من با زیبا شده. یه بار دیگه گیریم اینو و پاره سمیده بالا تا شدت همینطوری میسازه دیگه. میگه خب من ساختم و مثلا 2 روزه تموم شد. خب این که خوب نیست. کلمه به کلمه ما سعی کردیم که بفهمیمش، بعد در واقع بخونیمش. بیشتر فکر میکنم صداگذارم. محروم شدن، فقدان، ولی جدا از این خیلی خوش آهنگه به نظرم. هرمان آخرین روزهای دی ماه امسال آلبوم منتشر شد از 2 از رفقای نازنینم. فضای متفاوتی داشت، حال و هوای متفاوتی داشت، بازخوردهای خیلی خوبی در فضای مجازی و در جاهای مختلف ازش گرفتیم. فکر کردیم این آخرین برنامه مولان روش از فصل اول رو اختصاص بدیم به آلبوم هرمان، امید نعمتی و صادق تسبیحی. خوش اومدید. مرسی. از احوال از روزی که آلبوم در اومده بازخورد چی داشتیم؟ والا موقعی که این آلبوم رو کار میکردیم چون خیلی تو فضای شخصیمون شکل گرفت، خیلی برام سوال بودم میشه که اگه این فضای شخصیه بیاد به گوش مخاطب برسه چه واکنش نشون میده، ولی فراتر از اون چیزی بود که من فکر میکردم، حداقل حالا صادق رو نمیدونم، ولی خیلی خیلی بهتر از اون چیزی بود که فکر میکردم و خیلی بیشتر دوست داشتم. آره یه ذره سورپرایز هم شدیم دیگه، چون مثلا روی ترک های خب فکر میکردیم که آدم های بیشتری گوشش بدن، ولی بعضی از ترک هایی که فکر میکردیم دیگه خیلی تو همین فضای شخصیه بوده و اونقدی حتما آدم های زیادی گوش نخواهند داد، اونا هم حتی یه فیدبک های خیلی خوبی گرفتیم ازشون و خب این خوشحال کننده بوده. خب امید رو که همه واقع بینندگان و کسانی که پیگیر جدی موسیقی پاپ و سنتی و چیزای ایران هستن میشناسن، صادق تسبیحی کجا بوده این همه مدت؟ من صدا بردارم، کارم صدا برداریه، تو استودیو صدا برداری موسیقی میکنم و صدا گذاری کارم با صدا دیگه بیشتر از شاید 10-12 سال باشه. خب اگه آهنگساز خوبی هست چرا نمیساختی؟ بیشتر فهم کنم صدا گذارم. آره آهنگسازی و اون کاری که خواهی دوست داری و دلی میگیم بهش دیگه. آره. فیلم کوتاه کار کردم، معمولا هر وقت جشنواره
فیلم کوتاه تهران بوده، جشنواره فیلم رشد بوده، تو اینا من حتما همیشه دو سه تا کار داشتم، حالا هم برای صداگذاری هم برای موسیقی، ولی آهنگسازی با خواننده و موسیقی با وکال اولین تجربه بود که با امید اینم یه دوستی داشتیم و کم کم تو همین سفرها و تو دوستی شکل گرفت. خب می‌خواستم همین بپرسم اصلا کجا شکل گرفت این رفاقت، از کجا اومد؟ حالا از در واقع زاویه دید من اینجوری بود که من یه دفعه صادق گفت حالا ما این برنامه رو می‌دیدیم و اینا، ولی خیلی دوست نبودیم، یه دفعه گفت بیا چیز کنیم، فیفا بازی کنیم. من باشم رفتم خونه‌شو و همون شب فیفاهای صادق شروع می‌شد. خیلی فیفا چیز مهمیه. آره ما چون... مهمترین جلساتمون رو فکر کنم اینطوری بودیم روی تلویزیون. آره خیلی جدی، آره موزیک میساختیم این وسط، نمیدونم جلسه میذاشتیم که چجوری آلبوم منتشر کنیم، اینا رو همه اینطوری هم بعد رفتیم اونجا، صادق گفتش که یه خونه ایه، این دو طبقه است، من میخوام اینو بگیرم بکنم استودیو و اینا. گفتم چه باحال، و خلاصه رفت اونجا رو گرفت، پایینش زندگی میکرد، بالاش استودیو بود. بعد دیگه از اونجا ما معاشرتمون شروع شد. خب ما میرفتیم تو استودیو با پالت تمرین میکردیم، مثلا چارتار هم میومد اونجا، خیلی از بچه هایی که موزیک کار میکنن اونجا تمرین میکردن. من دستم خوب بوده، یعنی یعنی اولی ها رو خیلی هاشو من کار کردم. آره بعد دیگه نهایتا این وسط ها یه روزی که ما با پالت داشتیم اونجا تمرین میکردیم، صادق هم داشت یه کارهای دیگه ای میکرد، مثلا برای خودش فیفا میزد، فیفا اینا بازی میکرد اینا. و یه روز ما همین آهنگ هرمان رو اومدیم با بچه پالت تلاش کنیم که بزنیم، هی بالا پایین کردیم و اینا، نشد و آخرش یادم صادق اومد من کشید کنار، گفت حاجی ولش کن این نمیشه، بیا با هم، من یه فریان ایده‌ای دارم، من اینو اینجوری درست میکنم، بعد تو بخون ببینیم چه جوری میشه. خلاصه دیگه صادق رفت تو کار تنظیم آهنگ و آینم اونجا از بچه های چهارتار داشت اونجا تنظیم میکرد، بعد میموند اونجا آین. آره من آین فکر کنم یه نه ماهی کلن دوتایی شبا تا صبح اون تو کامپیوتر خودش، من تو کامپیوتر خودم، ولی مثلا شعر میخوندیم با هم میشستیم معاشرت میکردیم. نهایتا بچه ها تنظیمش کردن و من رفتم خوندم و دیگه این شد و گذاشتیمش رو اینترنت، گفتیم شب یلدا مبارک، هم در همین حد، ایده دیگه ای هم نداشتیم. اون موقع اسمش هرمان بود یا نبود؟ اسمش رو فروه گذاشت هرمان دیگه. آره ما چند تا اسم همینجوری فکر کرده بودیم، پروسه سختیه اسم گذاشتن، بعد میگی از روی شعر بذارم از روی شعر نذارم، چقدر مفهومو نشون بده، که دیگه تو همین چیزا بودیم و اینا. فروه یه روز زنگ زد گفت که به نظرم اسمش رو هرمان. چه آرام از من گذر می کنی، شب قربتم نقر بارم، شو میشه پرتاب کشم. آها بریم شب قرب خوبه اینجوری، زمستان من با تو زیبا شده. ماجراش اینه که خب شما ترک هم این همه ترک های دیگه آلبومتون ترک های اورجیناله، این یه دونه است که بازخونیه، و اینکه اون ترک بازخونی اسمش به اسم آلبوم تسری پیدا کرده خب یه ذره جالبه، این احتمالاً چون اولی بوده این اتفاق افتاد یا در شروع ماجرا بوده. و خیلی اسم جالبی هم هست آخه، من واقعا فکر میکنم که آره جدا از کانسپتش فرمه. که کانسپتش که خیلی چیزه، یعنی این کانسپت اصلا ساخت این آلبومو، هرمان محروم شدن، فقدان، از دست دادن، این آلبوم رو این کانسپت ساخت ولی یعنی این اسم ساخت واقعا، ولی جدا از این خیلی خوش آهنگه به نظرم هرمان. آره اسم ویژه و آره. یونیکیه کاملا واسه آره آلبوم به یاد میمونه دقیقاً به عنوان اینکه اسم آلبومه. ولی حالا اینم بگیم که به هر حال اصل آهنگش اونم دو بگو. اصل آهنگش که مال آقای ایرج امیر نظامیه، البته ما توی فیلم پمثل پلیکان اینو دیده بودیم، امید دیده بود، یعنی در اصل دایی امید گفته بود که این آهنگ خیلی با حالتون فیلمه و اینو بیاین کار کنید.
و منم از بچگی این تو ذهنم مونده بود، به خاطر اینکه اینو مثلا خانوادگی پمس و پلیکانی که دیدیم هی میخوام بعد جنس نکنم نگم بخونش تیکشو بعد آره اصلا الان میخونم به یه دلیلی که اون بچه‌ای که تو فیلم میخونه خیلی اینو زیبا میخونه و یه ظرافتایی داره که این هیچ وقت یاد من نمیره، هنوزم خیلی با هم صحبت میکنی، ما خیلی شیک خوندیمش، اون خیلی جالب میخونه، مثلا میگه که رفتی مرا تنها به دست غم رها کردی به جان من خطا کردی، خیلی ظریف یه ذره نوتا جا به جای و خیلی دلنشینه به نظر من. شما ولی کاملا آوردنش روی ما. آره دیگه، در واقع به خاطر آکوردها و هارمونی و اینا مجبور بودیم که یه مقداری به هر حال چیز سرش کنیم، ولی نهایتاً صادق چه جور چیزیه؟ چه جور آهنگسازیه؟ اصولاً دست و پا رو می‌بنده توی چیز؟ از تو خودت هم خیلی حضور پررنگ داری در. نه می‌شینیم با هم فیفا بازی می‌کنیم. آکوردها و چیزاش دست و پاگیره یا نه؟ نه خیلی اصرار داره که حتما روی نه اتفاقا خیلی ساده نگاه میکنه. اصلا اعتقادی هم ندارم زیاد بهش. من فکر می‌کنم که بیشتر مثل فیلم یا تئاتر خیلی موسیقایی نمیبینم، برای همین میگم من صدا گذارم بیشتر. اینکه مثلا خب یه قواعدی هست دیگه، مثلا تو روی این ملودی اینجوری باید هارمونی بنویسی، چند تا راه هم بیشتر نداری دیگه. حالا اگه بخوای با استایل پاپ راک بنویسی یا بخوای با استایل مثلا کلاسیک بنویسی خیلی مشخصه، ولی من فهم کنم که اتفاقا این یه ذره لطمه میزنه به موسیقی ها، از حس واقعیش دورش میکنه. یعنی چه تو خوندن نمیگم امید از اینجا تا اینجاست، حالا منم یه ایده هایی داشتم دیگه، مثلا من فکر کردم اینجوری، ولی اتفاق افتاده. یعنی مثلا شروع آلبوم، ترک اول آلبوم، اون چیزی که الان هستش که امید داره فوسه میخونه، فوسه خونده، اون چیزیه که اسپلیت کولر توی ددرومم روشن بود، اصلا اون برای اتود بود، امیدم داشت اتود میکرد، همینجوری اونجوری خوندش. حالتون ولی خوب بود باید. آره، آره. همونو گذاشتیم برای ورژن نهاییش. یا حتی تحریر خود توی هرمان که اون ابتداش که بعد بیاد برسه به نوت بالا، چیزی بود که مثلا یه چیزایی با هم شنیده بودیم و توی موزیکای مثلا عربی و اینا و داشتیم با هم حرف میزدیم مثلا چند ماه قبلش. آره. مثلا امید یه تحریری زد همونیه که الان هم هستی. آره و چیز شد و من دوباره اونو اومدم خوندم، دوباره اونو رفتیم استودیو خوندیم، چهار سال بعد و اصلا اونجوری نشد. آره اصلا نمیشد دیگه، هر کاریش میکردیم نمیشد، شاید اصلا تمیزتر میشد ولی آره. اون نبود، انگار میخواست ادای اونو در بیاره. آره. اون تو لحظه اتفاق افتاد، خودم داشتم ادای خودم رو در میابردم. یه اتفاقی که تو هرمان داره میفته به نظرم یک کلکسیونی از شعرهای شاعران معاصر، شاعران مهم بله. در واقع معاصر، این رنگامیزی و این تیفی که آلبوم هرمان داره رو من خیلی کم توی در واقع آلبوم های موسیقی این سال ها دیدم. یعنی شما از نادر نادرپور تو شعر دارید، از آقای مصدق تو شعر دارید، از رهی معیری دارید، از اون طرف در واقع از رسول یونان یهو دارید و قبلترش در واقع از حافظ در واقع چیز منزوی دارید. این خیلی تیف عجیبیه، این سلیقه کدومتونه؟ چقدر در واقع چون خود امید هم در واقع مثلا میگم تو پالت مثلا خیلی وقتا خود امید به شعرها اضافه میکنه، خودش مثلا شعر خودش رو در واقع کار میکنه. اینجا با اینکه به نظر میرسه آلبوم شخصی تریه برای امید نعمتی هم، ولی شعرهای این طیف است دیگه، این در واقع طیف رنگی عجیب غریب متفاوته. از کجا اومد اینا؟ خیلی مشترک بوده به نظرم. یعنی شعرها که یه شعر من مثلا ابتهاج رو خیلی دوست دارم، از خیلی سال پیش هم همیشه خوندم و هنوزم میخونم، شعرخانیشو گوش میدم، همیشه هم دوست داشتم اگه کاری میکنم شعر از ابتهاج داشته باشم. یا مثلا اخوان، خب دیگه اون شعر رو اصلا هممون بارها خوندیم و بلدشیم. فهم کنم که خیلی مشترک اتفاق افتاد، حتی ادیتی که کردیم، یعنی مثلا یه دیتیل های از شعرها رو برداشتیم، خیلی مشترک بود. و آره به هر حال اینا رو ما باش زندگی کردیم دیگه، چون به هر جز مدود خواننده های امید میکنم اینا تو قبول داشته باشی دیگه که شعر رو خیلی میفهمه و خیلی در واقع سعی میکنه که توش سلیقه داره دیگه، سلیقه شعری داره. اصولا خواننده های دیگه همون این حجم خودشون تمرکز روی شعر رو ندارن. آره. چرا که خیلی خواننده های مهم پاپمون
در سالهای درخشان حتی دهه 50 شعرها اشتباه میخونن، یعنی لزوما این نیست که حتما چون خواننده خوبی هستن در واقع فهم شعری خوبی هم داشته باشن. نه ما خیلی روی شعرها واقعا تاکید کردیم دو تایی با هم، حتی کلمه به کلمه ما سعی کردیم که بفهمیمش بعد در واقع بخونیمش. چیزی که همیشه صادقم تاکید داشتش و من خیلی تو این آلبوم دوست دارم همین چیزی که شما راجع پالت گفتین که خب خیلی جواب من خودم اونجا شعر میگم، ولی اینیه که من به عنوان یک بازیگر انگار حالا داشتم یه چیزایی اجرا میکردم. تو پالت یه امید نمتیه که داره برای یه کسایی درد دل میکنه یا حرفش حرف خودش و حرف اونا رو میزنه و اینا، ولی توی هرمان یه امید نمتیه که داره نقش منزوی رو میفهمه و بازی میکنه. خیلی چیز دوری نیست، به هر حال ما هممون تجربه مشترک توی زندگیمون داریم. قطعا من با حسین منزوی هم یه تجربیات مشترک دارم و با خیلی های دیگه، ولی بر من این خیلی باحال بود که حالا الان باید ببینم اخوان سالس چی گفته و اونو اجرا کنم. این به نظرم بزرگترین چالش من بود تو این آلبومه. ما دو تا بحث داریم، یکی خواننده به عنوان اینکه خواننده‌ای که وسعت صوتی رو در نظر بگیری، تکنیک‌ها رو در نظر بگیری، چقدر میتونه تحریر بزنه، چقدر بم تا زیر و اینکه چقدر بتونه اون ملودی رو درست بخونه، حتی کلامو درست ادا کنه. اینا یه بخشه، یه بخش اینه که آدم چجوری زندگی کرده باشه، چقدر فیلم دیده باشه، چقدر کتاب خونده باشه، چقدر با شعر بزرگ شده باشه، که اونو تو نمیتونی کاریش کنی. مثلا وقتی که میگیم مثلا کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی، و مثلا من ایدم این بوده که بگیم تاب از من بکشیم تابو، من دیگه بیشتر از این یعنی هیچ آهنگسازی، آهنگساز میخواد چی بگه مثلا خودش که قرار نیست بخونه، نهایت میگه کام از تو و تاب از من دیگه، تا اینجا شو آهنگساز میاد جلو. این که حالا به اون تابو بتونه نشون بده که تاب خوردن رو تاب نشستن نیست و داره میگه بی تاب شدن، اینو دیگه چیزی نیست که اصلا آدم بتونه از توی موسیقی یاد گرفتن بیارش بیرون، از زندگی و از کتاب خوندن و شعر نقاشی نگاه کردن، فیلم دیدن، از اینا میاد، که به نظرم امید این بخشو خیلی خوب داره. حالا جدا از خوانندگی و که بالاخره خیلی خوبه تو خیلی چیزا، تو تکنیک، تو وسعت صدا، ولی بخشی که بیشترم حتی من روش حساب میکنم این بخشه. در این تنهایی تنها دلم تنگه، یعنی مثلا یه روزی صادق مثلا میومد و زنگ میزد امید مثلا فلان شعر رو بخونیم، یا نه تو مثلا برمیش میگفتی این شعر این که باید بخونیم، چیا رو کی انتخاب کردی؟ یادتون هست؟ معمولا که یادتون نیست فکر کنم. چرا؟ خیلی خوب من که یادم. آره منم جزئیات. آره چون خب ما فینال دو نفره که مثلا می‌نویسیم با هر کی، بعد مثلا میگه که مثلا این دیالوگ رو چون چه میدونم از کی بود اینقدر توی پروسه عقب جلو میشه. آره ولی نه ببین یه هیجانی و این من همش فکر می‌کنم که یعنی میشه دوباره تکرار شه، فقط هم این نیست که اولین آلبوم برای من بوده باشه که بگم این هیجان، انقدر که از تو زندگیمون و از واقعا از تو متن زندگی اومد آلبوم بیرون، همیشه فکر می‌کنم که یعنی میشه دوباره ما یه جوری زندگی کنیم، من خودم، امید و با هم دوستیمون، که هنوزم یه آلبوم اینطوری بتونیم بسازیم. آره برای همین میگم خوب یادمه، خیلی خوب یادمه که هر کدوم ترک‌ها چطوری شد، چهره اصلا کجا بودیم. از ترن شروع کنیم بریم الان. ترن آخریه، ترن روزبهانی توش دست داشته، روزبه با رسول یونان دوست بود و خب ساله برادرم هم با رسول دوسته. خیلی اتفاقی من توی یه افتتاحیه نمایشگاهی بود که رسول یونان اونجا بود و روزبه گفت که بیا با رسول مثلا معرفیت کنم هم دیگر بشناسیم اینا، که همجور وایسادیم با رسول یونان معاشرت کردن دوتایی و گفت بیاریم به اینجا رسید که آره کاش که مثلا یه شعر، چون من یه ایده، من و امید یه ایده داشتیم که از شاعرای جدیدتر شاعری که باشه، یعنی برام بهش بگم اینجا تو خودت بگو اینو چجوری نوشتی، منظورت چی بوده، یا تصویر ذهنیت چی بوده، اصلا قصهشو تعریف کن،
و بتونیم چالش کنیم توی خود، بگیم خب اینجا رو میتونیم عوض کنیم حتی، یا رو ریتممون تغییر بدیم این کلامو. به همین دلیل بود که میخواستم، چون تمام شاعرایی که ما باهاشون کار کردیم بهشون دسترسی نداریم، حالا چه زنده باشن چه اینکه نباشن. الان اون وقتی که خلاصه خیلی سریع بگم، رسول یونان با هم اومدیم طبقه پایین نشر سالس، کتابشو بخریم، گفت بیا خودم کتابم بخرم بهت هدیه بدم با آهنگ بساز. اومدیم اونجا نداشت و رفتیم توی سر خردمند توی اون یکی کتاب فروشیه، اونجا کتابش رو دیدیم و رسول کتاب برداشت و گفت اینو میگم تو کار کن، که گفت که ببین زمستان من با تو یعنی بهار عبور ترن از دل پنبه‌زار. من ماچش کردم اون لحظه، بغلش کردم، ماچش کردم، اومدم از اونجا بیرون، با هم خدافظی کردیم، من اومدم برگردم برم کریم خانو برم سمت همون نشر سالس، تو را با خودم همینو خوندم، زمستان من با تو یعنی بهار عبور ترن از دل، به امیدم همون لحظه تکست دادم، به هم مسئله داد که زمستان من با تو یعنی بهار عبور ترن از دل پنبه‌زار. من دیدم این چه قشنگه، گفتم این چقدر خوبه، گفتش که رسول یونان گفته. بعد دیگه به هم زنگ زدیم و گفت آره اینجوری شده، من رسول رو دیدم و اینا رو بهم گفته. این که قصهش این بوده. آره. کدوم یکی از قبلی ها ویژه تره؟ قصه ویژه تری در واسه هر کدومتون؟ از اون که ترک ها؟ بستگی داره ویژه رو چی بدونید. الان که به هرمان فکر میکنی اولین ترکی که ازش برات زنده میشه؟ برای من ترک یاد مهتابی، برای من اصلا مانیفست آلبوم ترک یاد مهتابیه. چیزی هم که اول آلبوم نوشتم در مورد یاد مهتابی، اون اسمی بود که دوست داشتم برای یاد مهتابی بذارم. روزهایی که چون ماهی از دستمون سر خوردند و به دریای خیالمون فرو افتادند و چاره‌ای نداریم جز غرغره شبانه تنهایی. ولی خب چون این اسمو وقت تو گفتیم تو کنسرت آدما میگن روزهایی که چون ماهی از دستمون سر خوردند و اینی که نذشتی. ولی برای من اون ترکه. چه جوری شکل گرفت؟ این شعره رو از خیلی قبل‌تر من خیلی دوست داشتم و خودم با خودم میخوندمش، با گیتارم میزدمش، یه موقعی مثلا همجوری با خودم با گیتار میزدم و یه حالی پیدا کرده بود شبیه به نوا. ولی اصل قضیه اینه که یه لحظه یه برای من که توی شاگرد آقای شکارچی بودم، علی اکبرخان شکارچی کمانچه، که من سر کلاس من زودتر میرفتم دیرترم میومدم، میشستم بیشتر دوست داشتم ردیف رو بفهمم تا اینکه حالا نوازنده خوب، که اونجا نشسته بودم شاگرد دیگه، من مثلا داشتم ماهور، اون اولا بود، من مثلا همون درس اول ماهور بودم، شاگرد دیگه ای که بود چند سال بود اومده بود و اینا، آقای شکارچی گفت نهفت، بعد نهفت رو زد یه گوشه ای توی دستگاه نوا. واقعا اون لحظه من حال عجیبی، یعنی واقعا میگم مو به تن راست شد، واقعا این اتفاق افتاد، هم فیزیکال هم روانی. و اصلا همیشه اون لحظه که نهفت اسمشو گفت و اجراش کرد تو ذهنم همیشه موند. و بعد دیگه نهفت و بارها با نوازنده های دیگه و اینا شنیدم و این ترکه، یعنی ایدهش از اونجا شکل گرفت برام. و خب بعد اومدم همون نهفت و گفتم که این شعر اخوان و اون تیکه بالاش که دقیقا این به این نهفت رو بخونیم، تغییری توش ندیم، تا جایی که میتونیم تغییری توش ندیم، که امید خونده که به دیدارم بیای هم گناه. و برای اینکه این کارو بکنیم، ما یه تکه رفتیم سفر دوتایی، رفتیم ترکمن صحرا، بعد در طول راه ما از دو سه تا در واقع روایت از ردیف رو گرفته بودیم و اینا رو میشنیدیم و با هم مقایسه میکردیم ببینیم چطوری باید بعد این شعره رو چطوری بذاریم روی نهفت. و من فکرم خیلی هم آهنگه طول کشید، یعنی واقعا خیلی طول کشید، یه سالی در واقع یه آهنگ 14 دقیقه، یعنی ورژن اصلیش 14 دقیقه بود. آره. هی گفتیم حالا این دیگه زیادیه، این دیگه حالا چه کاریه فلان، هی تغییر دادیم. آره. به منم رفته بودم خونده بودم و اینا. صادق یه بار برام، من ایران نبودم، با پالت کنسرت داشتیم آلمان بودیم، برام فرستاد و یادم که خیلی بهم چسبید. من اون ترک اولیام بود دیگه، من فکر میکردم که این آلبوم این ترک هست انگار، یه باگ روانی انگار روش کار کردم. خیلی طولانیه. از کی شروع شده هرمان تا کی؟ 4 سال شد دیگه فکر میکنم. فکر کنم ترک خود هرمانو که رو ساند کلود آپلود کردیم به 5 سالم برسه الان تاریخش. آره خیلیه نه؟ ببین ما یعنی 4 سال کار مثلا نکردیم. من این وسط امید دو تا آلبوم با پالت در آورده، من این تا فیلم صداگذاری و چه میدونم کارهای دیگه کردم.
آره گیم آف ترونز میدونی چند قسمتش ساخته شده تو این چند سال؟ خیلی دوستامون فیلمی ساختن میرفتیم تئاتر چقدر مثلا رمان نوشتن میگفتن خب چه خبر میگفتیم هرمان دیگه یه جلسه هم میگفتن بابا ول کن دیگه و همه فهم کردن من نشستم تو استودیو دارم اینقدر فقط داری هرمان کنم میگفتم نه مثلا تو سفر یه دفعه مثلا میگیم که خوش فرمون داریم میریم یه دفعه میگیم اینجاش این نهفت مثلا اینجوری خون حالا برگشتیم بریم خیلی این مدلی بود ما تو استودیو زیاد وقت نذاشتیم با هم واقعا بیشتر تو سفر و توی همین حالا فیفا و... از دل یه در واقع که عده های دو نفره در اومده در واقع دقیقاً همین آره. از یک معاشره آره. دو نفره اصلا اینش آره عجله ای هم براش نداشتیم دیگه خط تولید نداشت اصلا ما نگفتیم که آره اینجوری فکر نکردیم که مثلا بیایم یه آلبوم در بیاریم با این کانسپت با این مفهوم و مثلا خب حالا فلانی شعر میگه فلانی ملودی میده فلانی اینجوری نبود واقعا خیلی جاها الان ملودیایی که امید گفته خیلی جاها من گفتم یه جا مثلا سفر به خیر گل من که میروی بابا زدیده میروی اما نمیروی از یاد امید گفته بعد من گفتم کدام دشت دامن یا کدام آغوش من مثلا این موقعی فهم کنیم میگیم الان کدومو کی گفته بود همجوری اینا به وجود اومده دیگه و میدونی یه نکته‌ای که هست من خب شغلم موسیقیه یعنی از اولش دیگه با پالت که شروع کردیم سعی کردیم که یه فضایی به وجود بیاریم که اصلا همه میگفتن نمیشه دیگه میگفتن مثلا تو ایران که نمیشه موسیقی شغل آدم باشه ولی ما سعی کردیم یه کاری کنیم ثابت کنیم نه میتونه ولی همیشه حسرت اینو بعدها میخوردم که کاش شغلم موسیقی نبود همینجوری برای خودم یا آهنگای یه آلبومی برای خودم برای دل خودم درست میکردم این توی هرمان این فرصت وجود داشت بخاطر اینکه خب صادق داشت کاراشو میکرد نیاز مالی نداشتیم به آلبومه که حتما زود بیاد بیرون یا مخاطبمون مثلا چه میدونم از دست نره ما دوست داشتیم همینایی که دوست داشتیم و در واقع کار کردیم و گذاشتیم توی آلبوم آره بچه‌ها واقعا این دو تا تجربه متفاوته موسیقی به عنوان حرفه موسیقی به عنوان در واقع چیزی که کنار کارته و من شانس اینو داشتم که جفت اینا رو در یه زمان آره امیدم باشه داشته باشه در دو آره دقیقاً و خیلی برام باحال بود چون اولین بارم بوده آلبوم یعنی تو محدودیت چیزو نداری دیگه اینکه به این فکر کنی که الان مخاطبم از من اینو میخواد من فکر می‌کنم که ما تو بندایی که تو این چند ساله به وجود اومدن این مشکل رو داریم اساساً که بعد از آلبوم اول دیگه میگه مخاطب از من اینو میخواد داره درست هم میگه و مسائل مالی همین که امید میگه مسائل مالی هم دخیل شده حالا شاید به ذات اون بندم کلا همون بوده ولی خیلی زود میافتن به تکرار برای اینکه خیلی باید دیگه به مخاطب فکر کنن رسما یعنی یکی از دوستان میگفت آلبوم اول و دوم میذارن رو هم مخاطبا بعد نگاه میکنم یا اینجاش چرا با اون فرق داره پس میزنن هرمان یادش میندازت چون من معمولا موزیکای خودمو گوش نمیتونم بدم دیگه انقدر تو استودیو میشنوی موقع میکس و مستر و نمیدونم تمرین و اینا که دیگه نمیتونی ولی هرمانو هنوز گوش میدم یه طوری میشم دیگه تو هم این حسو داری بهش من آره ببین انقدر هر کدوم اینا آره. واقعا من نمیتونم آره آره هر کدومش واقعا یه داستانیه بر خود من حالا نمیگم هر کدوم یا ترک فر منظورم این نیست از شخصی هر کدوم خیلی برام قصه داره این برای همین 4 سال طول کشیده دیگه بارها تغییر کردم اوکی خب من هنوز خیلی سوال دارم یه تنفسی بدیم بچه‌های آرتاکس این یه هفته ده روز خیلی جدی درگیر جشنواره تئاتر فجر بودند و ویدیوهای زیادی رو برای سایت ساختن اگر که رسیدید حتما برید به لندینگ جشنواره تئاتر فجر توی سایت آرتاکس و ببینید ویدیوها رو از بین ویدیوها یه گفتگوی خیلی خوب و بامزه و سرحال داریم بیرون از استادیوممون با کاظم سیاحی تو شب تولدش بریم اون گفتگو رو ببینیم 7 8 دقیقه است ببینیم اونو برمیگردیم به گفتگو با بچه‌ها و ادامه میدیم ویژه برنامه 36مین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر قرار بود که کاظم سیاحی عزیز در استودیوی ما باشن منتها امشب شب تولدشونه بعد از 2 اجرا نمایش اگه بمیری به کارگردانی سمان زندی‌نژاد در خدمتشون هستیم مرسی که شب تولدت قبول کردی با ما حرف بزنی خواهش میکنم مرسی از شما خسته نباشید
تولدتون مبارک. مرسی. چی بگم، ممنون. نه دیگه سنمون گذشته دیگه، به اینکه بگیم اینا دیگه. مرسی. دو تا اجرای کار سختی هم هست، نقشم خیلی نقش میشه گفت ظرافت‌های خیلی عجیبی داره در عین اینکه ظاهرش ساده است. راجع به نقشه حرف بزنیم اول. راجع به نقشه، این چیزایی که شما میگین کاملا درسته، این راجع به کلیت بازی‌های کار اگه بمیریه که به نظر من مهندسی داره که خیلی جذابه و یه ریزکاریایی داره که یعنی به خاطر اینکه یه تمرکز بالا میخواد این کارو سخت میکنه یه خورده اجراش، و خب کار لذت بخشیه خیلی. و اینکه خب تو فجر ما بعد از اجرامون الان توی فجر هم اجرا کردیم و بعدش هم باز اجرامون داریم البته از 15 بهمن. کجا مجدد اجرا میرین؟ توی سالن مستقل تهران. این نمایش همون موقع هم که اجرای عموم بود خیلی با استقبال مواجه شد. الان هم جشنواره من دیدم هر دوتا سانس خدا رو شکر استقبال خوبی بود. فکر میکنی چه پوانی داره با اینکه متن خارجی هم هست انقدر خوب ارتباط میگیره؟ من فکر میکنم متنه که خیلی متن خوبیه این درجه اول. بعدش هم فکر میکنم که کلیت کار به خاطر همین ظرافتش و فضای کلی که ساخته میشه توی کار که توسط هم بازیگرات هم زمان زمدی نجات به عنوان کارگردان هم طراح صحنه خیلی خوبی داره آن میر حمیدی، به نظرم کلیت کار کار جذابی از کار در اومده. چقدر کار رو گفتم پشت سر هم، 20 تا کار گفتم در چند دقیقه، ولی به نظرم کلیت خیلی کار جذابیه به عنوان یه تئاتر. واسه همین فکر میکنم حتی توی همون دوره هم بود که هنوز تماشاچی بعضیا که میان میشناسن و حرف میزنن شده که حتی کسایی بودن که چندین بار این کار رو دیدن و خدا رو شکر. فکر میکنین که توی اختتامیه امسال اتفاقی برای این کار میفته و اگه فکر میکنی میفته برای کدوم بخشا؟ والا من هیچ وقت توی اگه تو جشنواره اینجوری بودم هیچ وقت فکر نکردم که چه اتفاقی میفته. اینا همه دوست دارن که یه اتفاقی بیفته، ولی خب حالا فکر کردن زیاد چیزی رو جلو نمیبره. ولی خب فکر میکنم که این کار توی بخشی حتما توی بخش بازیگری خانم کردا پسیانی آی بهبودی، توی بخش صحنه خانم میر حمیدی، سمانه زندی نجات، همه کسایی هن که به نظر من لیاقت اینو دارن که اسمشون برده بشه اونجا. قول دادم که با هم کار کنیم. آره من که خوشحال میشم، ولی خب هیچ وقت موقعیتش بیشتر نیست. شما چی پروژه جدید ندارین؟ چرا، دارم روی نمایش کار میکنم، یه نمایشنامه عجیبه هزار توی آدم ها توش گم میشن، ولی خب به خاطر این موضوع نبود که اومدم ببینم. آره میدونم. اینجا چقدر خوبه؟ دیگه دوستم از هند آورده. خیلی خوشحال. اگه شکر میخوایی میتونم برمیم؟ نه همیشه دم خواست برم هند. ظاهرا یه کشور خیلی پارسال جشنواره 35 سور اسرافیل و هاربیو داشتی، هر دو نقش های خیلی خاص، بازی عجیب. این حرف من نیست، حرف خیلی منتقدا و کاملا موجوده، کسی سرچ کنه میبینه. و خیلی سور اسرافیل جایزه گرفت و تو جایزه نگرفتی. خب آخه وقتی جشنواره میای و تم میدی که تو جشنواره باشی، تم میدی که قضاوت بشی، تم میدی که داور داشته باشی، خب حتما سلیقه‌شون بوده دیگه. یعنی اتفاق اینجوریه که هر داوری سلیقه خاص خودشو داره، یعنی باید احترام گذاشت به اون سلیقه‌ای که هست و نظری که میدن. یعنی چیزی راجبش ندارم، حالا اگه کسی تعریف کرده نظر لطفشه، ولی واقعا دیگه وقتی تم میدی که قضاوت بشی این بخشش هم هست، هم ممکنه بخش اونوری داشته باشه هم بخش اینوری، تو به جفتش نمیتونی معترض باشی. اساسا جایزه کجای زندگیته؟ جایزه چیز جذابیه، آدم یه خورد واسه همه اینجوریه که یه خورده تو کاری که میکنه آدم امیده به زندگی، امیده به کار کردن، اصولا باعث یه انرژی میشه که آدم جلوتر بره. خوبه آدم جایزه بگیره تو
هر کاری که انجام میده خیلی خوب آدم جایزه، ولی مسلما تمام کار و تمام چیز نیست دیگه. یکی از چیزایی که راجع به کاظم صحیح بر من همیشه جالب بوده اینه که الان با پخش شدن دو سری از سریال لیسانسه ها، خب قبلا با صدا پیشگی و کلاه قرمزی یه مقدار به اون شناخته شدن کمک شد، اما الان دیگه کاملا چهره و اینا شناخته شده، ولی همچنان کار تئاتر رو خیلی جدی پیگیری میکنی. معمولا این اتفاق نمیفته، کسی که میره سمت تصویر حالا چه به لحاظ درآمد چه به لحاظ کار و اینا میمونه. تو چرا هنوز تئاتر رو هم انقدر جدی ادامه میدی؟ خب من خودم از تئاتر شروع کردم. تئاتر من که اصولا بین بازیگری تئاتر و سینما و تلویزیون اینو قائل نیستم که چیز متفاوته. قبول دارم تو نوع بازیش متفاوته، ولی خب بازیگری بازیگری، آدم وقتی حرفش بازیگری باشه باید مدیوم های هر کدومشون هم بشناسه و بتونه بازی بکنه. تئاتر رو دوست دارم، از بچگی دوست داشتم که کار میکردم و اینکه اصلا دوست ندارم از تئاتر جدا باشم، ولی در نهایت به همه چی بستگی به پیشنهادها و به نقشای مختلفی که به آدم پیشنهاد میدن داره. توی تئاتر شاید نقشایی که به آدم پیشنهاد میدن شاید جذابتره واسه اینکه آدم باش باشه، تا الان شاید این شکلی بوده. واسه همین من فکر نمی‌کنم، یعنی اصلا این تو ذهن خودم نمی‌بینم که بخوام از تئاتر دور باشم. حتما دوست دارم که در سال حتما حداقل دو سه تا کار تئاتر رو کرده باشم حتما. شهرت اذیتت نمی‌کنه؟ ببین من که الان شهرت خاص و ویژه‌ای ندارم به نظر خودم، ولی بالاخره مدیوم تلویزیون اینو میاره. من وقتی که توی این کار هستی و داری کار میکنی، من بگم که الان شهرت اذیتم میکنی نظرم یه خورده دیگه لوس بازیه. تو داری این کار انجام میدی، یکی از دغدغه‌های بازیگری هم، یعنی یکی از مشخصهای بازیگری هم دیده شدنه و هم که جلوی روی سن میای بازی میکنی 100 تا 200 تا تماشاگر، حتما این دغدغت هست که دیده بشی. من الان بگم که مثلا اگه من آدم مشهوری باشم اذیت میشم، یه سری خوبیا داره حتما یه سری اذیت داره، ولی خب این کار دیگه، تو وقتی این کار کردی اگه قرار باشه اذیت بشی و دوستان داشته باشی اذیت بشی، بعد این کار انتخاب نکنی دیگه. معمولا وقتی که تو یک قالبی یک بازیگر شناخته میشه، شکستن اون قالب سخته و پیشنهاده. الان توی کار کمدی با دو سه، حالا قرار بوده که یه سری باشه اصلا لیسانس ها شد دو قسمت، فکر میکنم الان احتمالا پیشنهاد کمدی به سمتت سرازیر شده، چجوری میخوای با این برخورد کنی؟ ببین چجوری باش برخورد بکنم. هفته توی لیسانس هم نقشی که من بازی میکردم درسته بار طنز داشت توی لحظاتی توی موقعیت هایی، ولی صرفا آدم طنازی نبود، آدمه که بخواد فقط روی این بخشش کار کنه. خب این هم یه جانره، اگه دوست داشته باشم نقشه رو حتما این کار انجام میدم، یعنی چیز ندارم راجبش، گارد ندارم. ولی خب آدم هم بعد یه خورده، مخصوصا کسایی که توی کار کمدی کار میکنن یا تو هر ژانری شناخته میشن، یه خورده درصد ریسکشون رو بالاتر ببرن واسه هم تغییر دادن یه چیز متفاوت تری خواستن. کسایی که این کار رو انجام میدن به نظرم چیز خوبیه از هر آدمی، کسی که بازیگر باشه حالا تو هر موقعیتی حتما توانایی اینو داره که ژانرهای مختلف هم کار کنه. جشنواره رو اصلا پیگیری میکنی؟ قصد داری اجرایی ببینی چه خارجی چه ایرانی؟ دوست دارم ببینم، ولی متاسفانه وقتشو میدونم که نمیتونم داشته باشم. این تا الان که اگه بمیری بود و یه خود تمرین هاش، حالا من پنجمم که چیزو داریم اجرا رو، آکواریوم اجرا داریم، باز از فردا تمرین های اونه و حالا یه سری خورده کاری که آدم داره، فکر میکنم نشه. دوست دارم این اتفاق بیفته، ولی فکر میدونم که نمیتونم همچی کاری بکنم. مرسی از اینکه شب تولدت وقت گذاشتی. بازم تولدت مبارک. امیدواریم که به زودی در استودیو آرتاکس بتونیم در خدمتت باشیم. مرسی از شما که وقت گذاشتین. برمیگردم به گفتگومون با امید نعمتی و صادق تسبیحی درباره آلبوم هرمان و خیلی چیزای دیگه. البته این خاطره ها رو تعریف می‌کنید؟ من خیلی بامزه بود. بگی چه جوری؟ ما تو این تنفسای چیزایی همین وسط رد و بدل میشه، ولی موافق نمی شما میشه. بد نیست. خب من بگم هیچی، حالا نمیدونم ما تو استودیو بودیم یا جای دیگه ای. نه استودیو بودیم. استودیو بودیم. آره یکی از دوستامون، یکی از دوستای خیلی عزیزمون زنگ زد گفت که من تصادف کردم خودتونو برسونین.
ما هم گفتیم آقا امید بپر رو موتور، پریدیم رو موتور رو با این قیافه‌ها. قیافه‌ها هم که اینطوری دیگه که مثلا آره مثلا سیبیل و منم این شکلی و پریدیم رو موتور رو رفتیم رسیدیم دمش روز پیاده شدیم خیلی قاطی و عصبانی یارو هم مثلا چیز شد دیگه آره. یه دفعه دید دوتا قیافه اینجوری اومدن جلو بعد اومدیم وایستادیم به سر صحنه چیز و اینا خودمونم فهم کردیم ما الان مثلا هر چی بگیم مثلا به آقای میگیم ما کلاخ پر برو میره دیگه بعد یه دفعه اینجوری کرد اه آقایی که توی شهر موشا بود خونه مادر بزرگ رو بخون شهر موشا رو خونده من ساده ما خودمون رو باختیم هرچی گفت یعنی اون از ما خسارت گیره کلاخ بر رفت آره خیلی بد شد شهر موشا خونه مادر بزرگ رو بخون ای بابا ادای کوپولو در بیار مثلا کاشی میگفت برادرا رو بخون میگفت برادرا رو بخون باز یه ذره احیا میشدیم مثلا میگفتی برادرا برادر شهر موشا که مثل کوپول یه ما خلاصه بعد اون خاطره من ریشامو زدم اون سیبیلاشو زد و بهتر شد آخو بهتر آلبوم دادن امید نعمتی به صورت مستقل معنیش قطعا جدای از پادت نیست دیگه نه قطعا نیست یعنی خیلی جالب ببین اصلا گروه موسیقی خب نمیگم تو همه کشورها یعنی من اصلا با اینم مخالفم که میگن مثلا موسیقی ما اینجوریه موسیقی اونا اونجوری اونا کیان ولی به هر حال تو کشورهایی که این قضیه توش جا افتاده تره یه چیزایی مثلا یه تهیه کننده هایی هستن که این میدونه میگه آقا این خب این گروه درست شده چهار نفرن این مسیرشونه این شکلی باید کار کنن ولی تو ایران واقعا انقدر همه چی نوعه که اصلا تو نمیدونی هیچ کس نمیدونه یعنی مشورت مثلا باید بری با کی بکنی مثلا من الان میخوام یه آلبوم شخصی بدم یه مرجعی باید باشه من برم بگم آقا ما یه گروهی میخوام یه آلبوم شخصی بدیم چیه برام هیچ کس نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ احساسی نه هیچ ولی ما سعی کردیم اینو تجربه کنیم یعنی یه مدت خب تجربهمون در واقع مبنای حرکتمون رو گذاشتیم برای اینکه خب ما یه گروهیم و قطعا یه دیدگاهی داریم و اینا هیچ کس هیچ کار دیگه ای نکن بعد دیدیم خب این که نمیشه به هر حال یه تجربیاتی این وسط بچه‌ها احتیاج دارن که چون تقریبا اسم همه تیم پالا جزء نوازنده های آره آره هست آره آره هست اصلا چیز دقیقا ما سعی کردیم اینو با گفتگو و اینا به یه جایی برسونیم که من فکر میکنم تو این لحظه که الان داریم با هم صحبت میکنیم واقعا بزنیم به تخته پالت یه شعوری توش در جریانه که من خیلی دوست دارم و واقعا خدا رو شکر میکنم که این شکل تونستیم به این لحظه برسیم واقعیت اینه که خیالمون انقدر از هم راحته که میدونیم قطعا هیچ کدوممون تو هیچ قدمیمون نمیخوایم به ماهیت پالت لطمه بزنیم پالت یه جوری یه تعلق قلبی تک تکمون بهش داریم که شکست پالت انگار شکست تک تکمونه و خب ما نمیخوایم اون روزو هیچ وقت ببینیم و شما یه لحظه فکر کنین که پالت مثلا 30 سال گروه موسیقی باشه خب خیلی جذابه دیگه خیلی چیزا جابجا میشه از روز اول ما هم گفتن شما ایرانی ها که نمیتونن کار گروهی کنن نکنین اصلا و خب ثابت کنیم میتونیم به هر حال در این لحظه خیالمون به نظرم خیلی از هم راحته خیلی میدونیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم میدونیم چیا به پالت صدمه میزنه و قطعا انجامش نمیدیم اگه کسی کاری بکنه قطعا حمایت میکنیم هممون الان کاوه داره یه آلبومی کار میکنه که از قدیم خب داشت اونم همین وقت تو پالت میزدیم نمیشد آهنگاشو بعضی وقتا اون جمعه یه برایندش یه چیز دیگه است و نهایتا روزبام داره یه کارایی میکنه همینطور مهیار بالاخره بچه ها همه تک تک انقدر مستعدن و انقدر چیزن که میتونن کارهای مختلف کنن و خب چرا نکنه و پالت سر جاش پالت به شدت آره تمرینامون خیلی منظم تر از هم میشه آره علاقمون به هم بیشتر صادق تو چی؟ پلنه؟ الان دیگه از صدا گذاری به آهنگسازی سوق پیدا میکنی یا؟ نه
یعنی دوست ندارم که این اتفاق بیفته. ببین مسئله اینه که بالاخره منبع درآمد آدم باید باشه. بعد تو وقتی که منبع درآمدت آهنگسازی باشه باید بری سمت تلویزیون. چاره‌ای نداری. بعد تلویزیون هم خب سریالا و تلفیلمایی هستن که خب مثلا سریال شخصی من واقعا نیست. تو این چند ساله واقعا هیچ کدومو ندیدم اصلا. و گذری هم مثلا نگاه کردم واقعا هیچ وقت دوست نداشتم. اون تجربه‌ای که من کردم دوره‌ای که مجبور بودم یعنی اجاره خونه و فلان و بعد اجاره استودیو باید کار کنی دیگه، با تلویزیون مجبور میشی کار کنی. بازار موسیقی پاپ چی؟ ببین من فکر نمی کنم آخه اونا یه جور دیگه است موزیکاشون هستن. حالا بالاخره هممون داریم با یه ساندایی و با یه ملودی و هارمونیایی و نمیگم ما یه جای دیگه اونا یه جای دیگه، ولی اصلا استایل آهنگسازی اونا متفاوته. من هنوز پای کاغذ و مثلا میشینم میگم مثلا نوتو اینجوری کنم و اینا، بعد مثلا میاد مثلا نوازنده مثلا مهیار که خیلی زیاد تو آلبوم زده میاد، بعد من بهش یه خاطره ای تعریف میکنم میگم این اون روز که فلان شد مثلا اونجوری شده بود بعد اینجوری، و حالا برو تو این تیکر رو ایمپرووایز بزن، بداهه تو بزن روش. خب این من فکر نمیکنم این فضای من، چون استودیو داشتم اینو دارم میگم، من ضبط کردم برای خیلی ها ضبط کردم تو این سالا پاپ، و واقعا به نظرم فضا اینطوری نیست. خیلی خط تولیده میاد از جور شروع میشه و مثلا یه کسایی هن که ملودی میدن، اصلا ملودی مثلا یعنی آهنگسازی انگار یه چیز دیگه است، ملودی یه چیز دیگه است. حتی یه دفعه یکی به من گفت بیا تنظیم درس بده توی آموزشگاهی. گفتم که آموزشگاه موسیقیه؟ گفت نه آموزشگاه کامپیوتره. گفتم یعنی چطوریه تنظیم؟ از نظر من یه درسیه توی تئوری موسیقی، هارمونی، کنترپوان، فوگ، انوانسیون، تنظیم شامل ایناست. ولی اینجوری نبود. تنظیمی که اون میگفت اینطوری بود که یه آقایی که حالا احتمالاً همین موزیک پاپ میسازن و اینا توی آموزشگاه کامپیوتر، یه کامپیوتری اونجا هست و مثلا تنظیم میکنن دیگه، مثلا میگن این پلاک میچینن، مثلا میگن که این درامز اینجوری میزنه، حالا زیرش بیس باید اینطوری باشه. سافتور بلدن دیگه، سافتور بلدن. و حالا سافتور چون به تو اصلا دیگه داره میده، حتی خط ملودی به تو میده، همین تو آیپد میشین. مثلا فتوشاپ کاری که بگه من گرافیستم دیگه به هر حال. و خب ولی خب بسیاری از کارا آره، ولی خب بسیاری از کارا تو کشور داره با همونا راه میفته. آره خروجیایی که داره میشه سازوکار درستی نره، و عین این تو موزیک هم هست. یعنی واقعا آهنگسازی خب اصلا یه چیز دیگه هست، میدونی؟ بعد خب اینجوری میشه دیگه، حتی بعد انقدر این بخش قوی میشه، سرعتش زیاده فلان، که توی پاپ همینجوری دارن خواننده‌های مختلف میان و میرن و اینا. بعد حتی آهنگسازای جدیمون هم میبینیم که امروز همینجوری خط تولیدی شدن، یعنی همینطوری میسازه دیگه، میگه خب من ساختم و مثلا دو روزه تموم شد. خب این که خوب نیست. نه برای همون فیلم و سریالی هم که مثلا داری میگه، خب اصولا خیلی هاشون دو تا ملودی سه تا ملودی مثلا در میارن میدن و میگن همینو برو بذار روی، یعنی این کسان بگن از اینجا تا اینجاش اینقدر. آره مثلا یادم چیز اومده بود ایران، ایار رحمان سر فیلم مجیدی اومده بود ایران و شاکی شده بود که مثلا من اینو واسه از اینجا تا اینجا نوشتم و شما رفتید مثلا یه دیگه خرجش کردید. آره دیدیم. بعد اینجا قشنگ برعکسه، یعنی اینجا مثلا این سه تا قطعه رو میدم میگه بیا ساختم اصلا به تو میگه لایر بده، انتخاب میکنه که کجا بذارم. آره میگه لایر بده، بعد یه جوری اصلا خط تولیده تو بعد یه جوری ملودی و هارمونی تو کل اون موزیکایی که برای فیلم داری میسازی یه جوری با هم بتونی سینک بسازی که ملودی تو برداره با اون یکی پیانوه بذاره زیر اون یکی صحنه. خب همه چیمون به همین سمت، توی آرت کلا به سمت خط تولید و بنگاه‌های زود بازده رفتیم دیگه. اصلا اسم این مدل موزیک پاپ هم شش ماه هست دیگه، خودشون بهش میگن شش ماه. آره آخه از اون طرف مخاطبم در واقع نمیدونم واقعا باید چه سازوکاری داشته باشه، ولی مخاطبم باید هدایت شه به این سمت که متوجه این زجر، متوجه این درد آرتیستیکی که برای خلق کشیده شده در واقع بشه، ولی خب نمیشه. یعنی من دیدم دیگه آهنگا رو میای همینطوری ضبط میکنی، همون نتیجه ایو میده که میشینی شیش ماه روی آهنگی جزش کار میکنی، توی حتی برخورد منتقدا و موزیسینای دیگه باهاش اصلا متوجهش نمیشن، به خاطر اینکه سطحی میگذرن. و خب از این ور یه آرتیستیه که مثلا
4 سال واقعا زندگی کرده با اون کاره. آیا کسی راجبش حرف میزنه؟ آیا کسی بهش جایزه میده یا اصلا متوجه میشه بگه آقا خب این اینجوریه؟ نه دیگه. واسه همین خب همه آرتیست ها میان میگن آقا ول کن چه کاریه 4 سال زجر بکشم، 4 ساعت زجر بکشم. آره اتفاق همینه. بچه ما از مهمون های مولن روژ در این 12 برنامه که رفته بود پیشنهاد های فرهنگی میگیریم. آلبومی که جدیدن حالتون رو خوب کرده، کتابی که خوندید و خوشتون اومده، فیلم، چی پیشنهاد میدید به بینندگان مولن روژ؟ آلبوم موسیقی غیر از هرمان؟ والا غیر از هرمان که سراغ ندارم، دارم هرچی فکر میکنم. آلبوم موسیقیه یعنی داخلی؟ نه هرچی. ببین اصلا آخه من فهم کنم حالت چیز از بین رفته. آلبوم من نمیتونم به کسی پیشنهاد بدم، اسپاتیفای و فهم کنم که دیگه اصلا داره میره به این سمت که تک ترک و اینجوری داره پیش میره. چیزی که اخیران شنیدی و خوشحال سینگل اصلا هرچی که آخرین چیزی که گفتی واو چقدر این درخشانه چقدر خوبه؟ نمیدونم موسیقی واقعا نمیدونم الان چی رو بگم، ولی خب خیلی موسیقی گوش میدم. آره من فیلم آخری همین کشتن گوزن مقدس بود دیدم، پریشب دیدم فکر کنم دوست داشتم. بعد اون یه فیلم دیدم پسنجرز که دوتایی میخواستیم ببینیم دیگه دیدیم دیر شده. امید گفت پس من میرم خونه میخوام، امید گرفت من نشستم دیدم. ولی خب این کشتن گوزن مقدس ولی من یه چیز دیگه هم که پیشنهاد میکنم فیلم آخر کاستاریکا با هم هم دیدیم خیلی آره، عمالی خیلی با هم. آره دیدیش تو؟ نه خیلی خوب. آره خیلی دوست داشتیم. خوب آره. کتاب؟ من یه کتابی رو قبلن هم خونده بودم فکر کنم پیشنهادم داده بودم، ولی دوباره شروع کردم خوندنش پریشبا و اتفاقا میخواستم بگم صادقم بخونه اتفاقا. اسمش هست هنر هویت و سیاست بازنمایی، از علیرضا صحافزاده، نشر بیدگلم چاپش کرده. میپردازه به ارتباط هنر و سیاست و جنبش‌های اجتماعی و این داستان ورزش، در واقع چیزایی بیرون از خود اون مدیومه، مثلا نقاشی و که چه اتفاقی مثلا یه جنبش فرهنگی اجتماعی چه تأثیری روی نقاشی داشته. خوشخانه مثلا خیلی سخته اتفاقا چیزش. آره خیلی متن سختیه به نظرم، ولی من فکر میکنم که کسایی که توی مباحث نظری هنر نقادا اینا خیلی خوبه که این کتابو بخونن و فکر میکنم که بتونه بسیار تأثیر بذاره توی فهم چیزی که امروز توی ایران میگذره. تو چی صادق؟ من کتاب، من رمان میخونم اساسا، همیشه رمان دوست دارم به دلیل اینکه توی بازه زمانی بلندی تو مثلا با داری با اون کاراکترها زندگی میکنی و بعد تو شهر آدم ها رو میذاری جای اونا، بازی ذهنی میکنی باش میخندی گریه میکنی. رمان میخونم. نویسنده مورد علاقه هم روبر مرله که حالا هر کدوم کتاباش واقعا من همه رو خیلی دوست دارم، قلعه مالویل مثلا فهم کنم، ولی خب همشون جزیره هم همونقدر دوست دارم. و فکر میکنم ولی از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی، مخصوصا اجتماعی که الان داخلش هستیم، اگه بخوام پیشنهاد بدم به همه دوستام و به همه دوروریام همش پیشنهاد میدم که تا میتونیم باید تاریخ بخونیم. و یه کتاب خیلی جذابیه که حتما هم خوندیش خودت هم دیگه، خاطرات شعبان جعفریه، یه مصاحبه یه باهاش که این آخری یا قبل مرگش باش مصاحبه شده، که به نظرم هم کتاب خیلی بامزه و جذابیه و اینکه همین که واقعا خب آدم یه بخشی از تاریخی که باید بدونیم و اون آدم داره از زبون خودش تعریف میکنه. به سویت باز خواهم گشت، تو را گم کرده بودم من، تو را در خواب‌های کودکی گم کرده بودم.
دمتون گرم. من سوال دیگه ای ندارم. شکر. چیزی هست که راجع به فرمان و چیزهای دیگر بخواییم بگیم خودتون؟ نه نه دیگه. آره حالا کنسرت چطور بود رستی؟ کنسرت هم خوب بود. تو دل جشنواره موسیقی اجرا کردین؟ آره جشنواره فجر بود دیگه. در واقع یه جوری خواستیم محک بزنیم ببینیم چه شکلیه. ببین در مورد کنسرت مسئله اینه که تا من چرا خوب شد پرسیدید همیت که مسئله اینه که هرمان بند نبوده. یعنی اصلا بندی وجود نداشته توی استودیو. من چون خودم صدا گذاری و ادیت و اینا خودم میکنم، اینا امید اومده یه جار مثلا اتود کردیم رفته مثلا یه چیزی خونده یه ملودی گفته یا مثلا یه چیزی من اصلا کار کردم یه چیزی از توش در اومده دیگه. و مسئله اینه که چون بند نبوده اصلا ما تا حالا اینو انگار نزده بودیم. و از اون طرف من یه تصوری داشتم که به آنسامبل مشخصی توی آلبوم قائل نباشم. یعنی مثلا ترک مثلا با شعر حسین منزوی یه پیانو و کوارتت، از اون مثلا اون یکی ترک یه حجمیه که اصلا کلی ساز و سکشن بادی برنجی داریم، گیتار الکتریک داریم، کمانچه داریم، ویولونسل سولو میزنه، خیلی ترومپت سولو میزنه. اصلا یه جا مثلا سعی کردم شبیه آهنگ موریکونه درست کنم حالا تو ذهن خودم و حالا مثلا اون چیزی که از موریکونه منظورمه خودم با خودم. مثلا یه جا دیگه اصلا شبیه مثلا یه آهنگ کلاسیکه. اینه که به آنساملی قائل نبودیم و تصور این بود که موقع کنسرت یه بندی درست میکنیم با یه منطق دیگه این آهنگا رو دوباره میزنیم، یعنی دوباره تنظیم میکنیم. و خب خیلی هم خوشحالم الان مثلا با نیما رمضان این کار رو انجام دادیم و نیما هم همین که آهنگا رو خیلی دوست داشت و پایه بود که اصلا این کار بکنیم و خیلی همکاری باحالی هم شده به نظرم. و این یه ذره طول میکشه، ما بعد هم تمرین زیاد بکنیم. همین که تصور جفتمون نسبت به کنسرت هرمان اینه که به خاطر فضای تصویری که موسیقی داره، مثلا تصویری مثل فیلم سینمایی یه جاهایی، خب همه این ترک ها هم هر کدوم یه قصه سینمایی تو ذهن من و امید وجود داشته براشون، برای همین امید میگه بازیگر تا خواننده. تلاشمون اینه که یه کنسرتی داشته باشیم که تمام رپرتوار رو ما ویدیوی سینک باهاش داشته باشیم و نور سینک فکر شده برای کل 90 دقیقه. ما اتودی که زدیم الان شاید مثلا 7-8 دقیقه اول این کنسرت رو ما نور و ویدیو ایده داشتیم که سینک تونستیم ایدمونو انجام بدیم برای اولین بار. فکر کنم تمرینش هم یه ذره سخت میشه چون ما سالونو که نداریم، مثلا همون روز سالونو میگیریم ولی این تئاتر باید تمرینش کنیم. از ایده‌آلی‌گرایی هایی که در ایران جواب نمیده حالا من میگم راجر واترز رو که هممون دوست داریم و باش بزرگ شدیم، اگه 100 باشه ما 10 درصد هم بهش برسیم توی کنسرت، 5 درصد هم برسیم. مثلا که آلبوم کنسرت هرمان برگزار نمیشه. آره خودم این خطرش وجود داره. سعیمون رو حالا میکنیم دیگه. ولی بذار سعی و منظور اینه که یه ذره سعی کنیم که به یه چیزی برسیم تو نور. آره. نور سینک داشته باشیم، یه ذره تلاش کنیم. حالا کل 90 دقیقه نشه 70 دقیقهش به هر صورت خواسته های حتی اقلیه دیگه. چیز دیگه؟ نه دمتونم گه. دمت گه. مرسی. مرسی از شما. قربونت برم. این 13 مولنروجی بود که با شما بودیم. پایان فصل اول. به عادت مولان روش های قبلی برنامه رو تقدیم میکنیم به یک عزیز از دست رفته. حاصل گفتگوی امروزمون فکر میکنم خیلی مشخص باشه که به کی باید تقدیمش بکنیم. برنامه 13 مولان روش پایان فصل اول رو تقدیم میکنیم به فروه فاموری دوستمون که از بینمون رفت، کسی که اسم آلبوم هرمان رو گذاشته و همراه این بچه ها بود در این سال ها و خیلی دوست عزیزی بود که در واقع دستش دادیم. اسم بعضی دیگه ترک‌ها هم فروه گذاشت، مثلا دوردستان هم فروه گذاشت. آره این برنامه رو پایان در واقع فصل اول رو خیلی با پایان در واقع همراه شده نام فروه در این مدت. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به یاد فروه فاموری دوستمون و امیدواریم که در آرامش باشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.